بسم الله الرحمن الرحیم. در ویدیوی درسی قبلی ما شما بالای عمومیات آخذه ها بحث کردیم، اهمیت آخذه ها را خواندیم. در این ویدیو درسی ما شما بالای آخذه که برای هورمون های استروئیدی هستند بحث میکنیم و عمل مکانیکیت عمل اینها را در این ویدیو درسی ما شما بالایش بحث میکنیم. استروئید هورمون ها هورمون هایی هستند که آنها ساختمانشان از استروئید یا از کلسترول گرفته شده، یعنی اصلا در ساختمان اساسی اینها استروئید یا مو حلقه استروئید ها دیده می شوند و اصلا از کلسترول اینها مشتق می شوند و ساخته می شوند. آخذه هایی که برای این هورمون ها هستند آنها از هورمون هایی که آنها ساختمانشان پروتئینی است یا از آنهایی که آنها از امینو اسید ها مشتق شده یا از امینو اسید ها ساخته شده و یا از دیگر هورمون هایی که خاصیتش لیپوفیلیک نباشند یا خاصیتش لیپوفوبیک باشند یا خاصیتش هیدروفیلیک باشند، برای اینها آخذه های جدا هستند و برای این هورمون های استروئیدی آخذه های جدا هستند، چون هورمون های استروئیدی اینها می تواند که از غشای حجروی عبور کند چون در شهم منحل است و داخل حجرات شوند، ولی هورمون هایی که آنها از امینو اسید ها ساخته شده، ساختمانش پلی پپتیدی است، ساختمانش پروتئینی است یا هم ساختمانش از امینو اسید ها مشتق شده باشند، اینها باز نمی تواند که از غشای حجروی عبور کند. از همین علت است برای آنها در خود غشای حجروی که ما در ویدیو درسی قبلی هم بالایش بحث کردیم، در اینجا بالایش آخذه ها موجود هستند. ولی آخر هورمون هایی که آنها در شهم منحل هستند، ساختمانش شهمی هستند، اینها باز می تواند از غشای حجروی عبور کند. همین علت است که آخذه های این هورمون ها در داخل سایتوپلازم و یا در داخل هسته موجود هستند. عمل میخانیکیت عمل اینها بسیار ساده هستند، به این شکل که وقتی این هورمون به حجره میرسد، داخل حجره میشود و با آخذه خود که در داخل سایتوپلازم یا در داخل هسته بر اینها موجود است، با اینها وصل میشود. وقتی با اینها وصل شد، این میره داخل هسته. اگر از اول در داخل هسته بود خب یزو، اگر در سایتوپلازم همراهش هورمون وصل شد، اینها یک کمپلکس می سازد که کمپلکس ما به نام هورمون ریسپتور کمپلکس یاد میکنیم، یا کمپلکسی که از هورمون یه هورمون و از آخذه ساخته شده، با این شکل داخل هسته می شود، می رود به کروموزوم ها و در آنجا یک مولکول دیگه به نام هورمون ریسپتور کمپلکس ریسپانس الیمنت، یعنی همان عنصری که یا همان مولکولی که می تواند با هورمون ریسپتور کمپلکس جواب دهند، با این وصل شوند، اینها می روند با او مولکول یک جا می شوند و بعدا اینها می آید با دی این ای یا در کروموزوم و سبب کنترل بیان جین ها می شوند. در بعضی از حالات سبب بیان جین ها می شود و در بعضی از حالات سبب نهی بیان جین ها می شود. به این شکل هورمون هایی که مثلا ویتامین دی یا هورمون هایی که آنها ساختمانش استروئیدی است که ما شما در درس های بعدی بالاش بحث می کنیم، یا مثلا ما شما در ویتامین ای هم خوانده بودیم، در ویتامین دی هم خوانده بودیم که اینها می اد و سبب تغییرات مختلفی در ترانسکریپشن جین ها می شود. به این شکل که اینها واس مو کنترل کننده ترانسکریپشن جین را کنترل کرده و سبب اگر نهی می شود خب سبب نهی جین ها می شود و بالاخره یک جین ترانسکریپشن و ترانسلیشن و بیان نمی شود و کدام محصولی از او ساخته نمی شود. ولی اگر سبب از این شود که یک جین را فعال بسازد ترانسکریپشن آنها را، این سبب از این می شود که از دی ان ای بالاخره تمام مولکول هایی که و انزیم هایی که و فکتور هایی که برای ترانسکریپشن موجود است فعال می شوند و بالاخره ترانسکریپشن دی ان ای صورت می گیرد به مسنجر آر ان ای. مسنجر آر ان ای ساخته می شود، مسنجر آر ان ای بالاخره برای ریبوزوم ها آمده و سبب ترانسلیشن می شود، یعنی ریبوزوم ها این مسنجر آر ان ای را ترانسلیت می کند به امینو اسید ها یا سلسله امینو اسید ها و بعدا یک پروتئین نو ساخته می شود و این پروتئین می تواند که ساختمان های مختلف داشته باشد. می تواند این پروتئین یک آخذه باشد، یا می تواند این پروتئین یک انزیم باشد، می تواند این پروتئین یک چینل باشد. پروتئین های مختلف که کدام
هورمون است، با کدام آخذه وصل شده و با کدام مو ریسپانس الیمنت یا هورمون ریسپتور کمپلکس ریسپانس الیمنت وصل می شود و کدام جین را فعال می سازد نظر به ازی پروتین های مختلف ساخته می شود و این پروتین ها وقتی ساخته شد، مثلا اگر انزایم باشد در متابولیسم حجره تغییر به وجود میاد، چون انزایم ها اکثرشان اگر در متابولیزم، اگر انزایمی باشه که در متابولیزم سهم میگیرد، سبب تغییرات متابولیزم حجره می شود و می تواند که فیزیولوژی و ساختمان حجره تغییر بخورد، چون در اینجا ما دیدیم که پروتین ساخته شد ساختمان حجره تغییر می خورد و یا مثلا فیزیولوژی حجره تغییر می خورد. ما در تعریف هورمون ها خواندیم که سبب تغییرات مختلف فیزیولوژیکی و سبب تغییرات ساختمانی حجرات و انساج می شوند. مثلا اگر این پروتین یک چینل باشد، می تواند که در جای قرار بگیرد و مولکول های مختلف داخل حجرات شوند. مثلا اینها می تواند که یک پروتین دیگه باشد که در داخل حجره سهم می گیرد یا در وظایف حجرات سهم می گیرد. اینها می تواند که در جای تغییرات به وجود بیارد. این هورمون ها هستند که توسط آخذه ها این تغییرات به وجود میارند. یکی کدام پروتین ساخته می شود و کدام پروتین ساخته نمی شود، اینها سبب تغییرات فیزیولوژیکی و ساختمانی حجرات می شود. هورمون هایی که استروئیدی هستند به این شکل می تواند عمل وظیفه خود را اجرا کند. یکی دیگه آخذه ها با کدام شکل یا با کدام مکانیکیت عمل می کنند، ما شما در ویدیوهای درسی بعدی بارش بحث می کنیم. تشکر از توجهتون.